سلام آقای مصطفی زمانی چهره جوان بسیار محبوب خوش آینده با چشمان سبز <applause> شبیه خطه ای که از اونجا میاد گیلان و مازندران و شبیه خطه ای که الان هموطان ما دارن تخت گاز یا رفتن که خودشون به این سبزی شمال برسونن الان امروز مهمان مجله فیلم خیلی خوش آمدین آقای از هم هم مبارک بشه. عید شما مبارک باشه منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن سال نو رو بهشون تبریک میگم امیدوارم که سال پر هیجان و شادی رو داشته باشیم آقای زمانی به خب چون این برنامه داره توی عید پخش میشه میخوام یه مقدار شما رو ببرم به اون دوران کودکی ببینم بره که از اون دوران چه خاطره هایی تو ذهنتون مونده دوران عید بیشتر بیشتر بهترین خاطره ای که به نظر من برای من عید داشته که این بوده که مدرسه نمی نمیرفتی نمی رفتی آها دیگه؟ خوب این, تو... این, بهترین این بهتر خاطره, خاطره برای من که همه بچه ها از این خیلی خوش آره همین. همین که مدرسه نرم و من خیلی خوب بود و بعد این خاطرات عیدم این بود که اون پیک شادی رو باید پر میکردیم <tid> <اوم> اون یه <تضفح> ذرم ولد نمیکردم سوای اونا بیشتر چون من میرفتیم مثلا پیش فامیل دور هم جمع میشدن این بچه های فامیل که دور هم جمع میشدیم میتونستیم بازی بکنیم و از دست این بزرگا راحت می شدیم تو م -م. عید چون خود بزرگا بر خودشون یه عید می درسته و دوستش نظر راحت باشن بچه هم راحت میذاشتن میگم میگم این راحتی از دست مدرسه و پدر مادر رو نمیدونم این عل... برای من عیده ترسته. به خاطر این همین به نظرم بهش میگن عید البته <تصفح> 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 شما شنیدم بچه خیلی درس خونی بودین و بله. خیلی هم جایزه میگرفتین اون من درس خون بودم به دلیل اینکه احساس میکنم زندگی مثل یک رقابتیه که باید سعی بکنی این مسئولیتی که بهت میدن و درست انجامش بدی بهم. نه به معنای اینکه مثلا من درس رو دوست داشتم م. نه مثل یک... یک مسئولیتی بود که باید درست انجامش میدادم بله چقدر اون بازیایی که میکردین در دوران کودکی از جنس نمایش بود از جنس تئاتر بود ببینید در دوره ما ما ب... من متولد 60 ام 61 ام یعنی منظورم اه. دهه 60 ما 7 8 سالمون شده بود دیگه جنگ بود یعنی منظورم جنگ نه هنوز ذهن جنگ فضای جنگ اه. بود فیلم ها بود و شاید فرهنگی مملکت به این سمت بود بنابراین بازی هایی که تحریم شد. من یادم مثلا ما تفنگ بازی مثلا میکنیم. حالا بچگی ها دارم میگم. هفت الا هشت نه سال. ولی توی فضایی که تلویزیون و این هم داشتیم که چیز خاصی پخش نمیکردن. و چون تو شهرستان هم بزرگ میشدیم اتفاق خیلی ویژه چیزی هم نبود. بهتون میگم مثلا تاعتری داشتن آه. یا... ولی این... اتفاقایی که مثلا در مورد 22 بهمن میافتاد مجبور می شدی که خب یک تاثر مربوط به انقلاب رو کار کنن در مدرسه بله, بله. چون 22 بهمن مثلا دو سه روز جشن می گرفتن امه. و این فرصت رو مدارس فراهم می کردن از... که شما ولی باید حالت مثلا انقلابی می داشت دیگه موضوع دیگه که نمی شد. و اونجا بود که من یه ذره علاقمن شدم اول همین تاعترای چیز بود که بازی میکردیم بعد یه مثلا یه تنزی بود من چندین بارم گفتم مثلا یا حالا اوسا عبدالی بود اون زمان <محن> جمعه فکر کنم پخش میکرد هشت صبح نمیدونم اون موقع چرا هشت صبح همه رو میذاشتن جمعه <محن> <محن> اونو مثلا نگاه میکردیم بچه بودم نه سال ده سال ولی همین تنها فرصتی که به نظر من اون موقع برای ما حداقل فراهم بود همین <محن> 22 بهمن و این فضا خب ها بعد این هم. بازی همچنان ادامه پیدا یعنی عشق به سینما در شما ادامه پیدا کرد تا به صادقانش عشق به بازیگریه آها یک موقع هستیم خود معقوله بازیگری بر من خیلی جذاب شد ولی خب از بین رفت به دلیل اینکه اصلا فضای فضای دوره ما فضایی بود که درس بخونیم بله تا رسیدیم به دانشگاه و با... یه فرصت خیلی کوچیکی فراهم شد که شما مدیریت سنتی خوندید بله <تصفح> یه فرصت کوچیکی فراهم شد که من دوباره بخوام چیزی که تو بچگی هم دوست داشتم و از فرصتش استفاده کنم که قسمت شد که وارد این حرفه بشم چجوری این قسمت اومد؟ چون چندین بار گفتم نمیخوام خیلی زیاده بشه <تصفح> یه جایی بودیم و میخواستیم کاری انجام بدیم یک دوستی گفتش که تو چقدر مثلا چهرت میخوره اون ام. دهم دهه چه چهره آها مهم آقای سلشور دنبال بازیگر میگشت بله، برای بله، نخشی بله بله و تست میگرفتن ام. من هم چند جایی تست داده بودم رفتم اونجا تست دادم و مرحله بعد دو سه مرحله رفتم تا اینکه یه قرار قرارداد مشروطی با من بستن که شش ماه دورای سوارکاری و اینها رو ببینم چی بود این, این تست؟ ببینید اولین باری که رفتم خب مثل ب... مثل بقیه دوزو یک تستی یادم یه مونولوگی به من داده بودم که من جلو دوربین بگم و اونو گفتم یک ماه بعد اومدم صحبت کردم با هم که شما یکی از کاندیدایی خود برای بله سلش کنه و هفتش ده تا سکانس بهم دادن یه هفته بهم وقت دادم بخونم تمرین کنم و برم یه اتودی بزنم که رفتم اونم زدم بعد گفتن یک ماه به ریش و دست نزن من رفتم شهرستان اومدم دانشجوی آمل بودم تست گریم بعد یه قرارداد آموزش با من بس امه. مشروط بود که دوره ببینم دورای سوارکاری بود بدنسازی بود و امسال هم بازیگری آقای داود دانشور و بعدش که رفتم جلو دوربین و تا به امروز استرس نداشتین اس، استرس استرس موقعی که چیزی برای از دست دادن به نظر داشته باشه احا. من چیزی نداشتم از دست بدم بیشتر یک نوع ترس کودکانه است که من اون میشناسم اون ترس کودکان خوب همیشه هست مهم. با آدم ولی استرس موقعی میاد که شما شکلی گرفتید متوقعی <تصفح> بعدها بیشتر دچار استرس شدم یعنی همین الان که من سعی میکنم بازی بکنم یکی دو روز اول خیلی توان عجیبی از من میگیره آها آه تو بله ما اصلا دو روز شاید مثلا نمیگم اتفاق خاصی رو رقم میزنیم یا نمیزنیم بحثم این چیزا نیست دلست. بحثم ماهیت وجودی خودمه استرس الان هم چندین و چند برابر اون برای ما باور کردنی نیست شما از کجا همه چیز را میدانید از این جام شنید. آن را شناسی؟ همون جامی است که از بار گندم بنیامین پیدا شد این جام با من سخن میگوید توی اون روایات هم حضرت یوسف یعنی چشمای رنگی داشته نه من اونجوری. اصلا موقعی که به من زنگ زده منم همین گفتم نمیدونم چرا گفتم یوسف چه سبز میخوان چیکار من نمیخواستم برم اصلا تست بدم دفعه دوم سوم هم زنگ زده من اصرارا رفتم تست دادم نه مثل اینکه آقای سلشون میگفت که حالا ما دوست داریم که شرقی بگیریم مثلا فلسطین اون زمان این مدلی بودن آخه گاهی توی حال و هوای سینمای ایران یه موقع میگفتن بازیگرایی که چه چشمای رنگی دارن وارد میشن ولی معمولا استعداد ندارن اول قیافه خوشگل دارن ولی مسیرشون ادامه پیدا نمیکنه. شما برعکس شد تقریباً ثابت کردیم برای اینکه من فکر میکنم این موضوعیه که به من ارتباطی نداره این موضوعی نیست که من کسب کرده باشم مثلا زیبایی چیزی نیست که آدم بخواد راجبش حساب ویژه ای باز بکنه این, می این میتونست این میتونست یک نوع فرصتی رو برای من ایجاد بکنه به چشم دیگران ولی اینکه برای خود من این فرصت باشه نه نبود چون من فکر میکنم نوع نگاه شما و نوع تونالیته صداتون خیلی در شکلگیری شخصیت یوسف خیلی نقش داشت بله. و اینو تو جامعه هم القا کرد که شما اساسا یک آدم خیلی خیلی پالوده پاک بله. و روحانی هستید بله رحمت شون کنه آقای علی معلم بله. این حس و تو به من تاکید داشتید که این جایی هم درس پیدا نکنه بله ولی حالا من گفتم ببینید این این چیزی که آدم بتونه که کسی رو خوشحال بکنه و برای کسی که در موقعیت روحی خوبی نباشه رو من این رو میپسندم درست ولی برای کسی که میخواد یک چیز اضافه ای داشته باشه رو من نمیپسندم ببین موقعی که یک کسی از شنیدن یک پیام هم ممکنه خوشحال شه این وظیفه خودم میدونم که این کار رو انجام بدم ولی موقعی که یک کسی همه جوره حالش هم خوبه هم. میخواد میخواد صدای تو رو هم بشنوه من هیچ وقت تن نمیدم به همچین چیزی بنابراین کار خیلی سخته این بخشش سختره هر جایی که احساس بکنم اون کاری که من انجام میدم مم. میتونه کمکی بکنه به کسی که دچار یک نوع مشکلیه مم. که میتونه حل بکنه این قضیه رو میتونه یک لحظه باعث بشه او دوباره به جنگ با مشکلش سعی میکنم این کار رو بتونم انجام بدم ولی همیشه خیلی سریع دوست دارم این اتفاق رو سریع رقم بزنم درست. و تموم میشه بنابراین گاهی محبوبیت هم خوبه ولی یه جایی هم خیلی سخت و بده یعنی مثلا شما که آدم خیلی خوشقولی هم هستین یه قرار داریم برین سر صحنهتون بعد به یه جماعتی برمیخوریم که دوست دارم با شما عکس سلفی بگیرن یا با شما حرف بزنن و اگه قیافه بگین بگیرین نه نمیگن این چقدر آدم خودخواهی هست و چقدر مغروره که چی حالا اینا رو حس چرا خیلی وقتا ممکنه همچین چیزی باشه آم، اما سعی میکنم اینو بالانس بکنم اه. و من به عنوان یک انسان همیشه باشون برخورد کردم اصلا این چیزی که شما میگید در لحظه سعی میکنم به همشون احترام بذارم اگه واقعا میشه عکس گرفت باشون عکس میگیرم و واقعا اگه نمیشه گرفت از عکس نمیگیرم اینکه مورد چه نوع قضاوتی قرار میگیرم اون همیشه آزاد بودن که هر قضاوتی که میخوان کمه که یه موقعی در مورد شما گفته میشد که بازیگری که خیلی مغروره و خیلی خودش رو میگیره و تو عکسایی هم که از شما در پشت صحنه هست گاهی این حس به نظر میسه که شما آدم مغرور و خوشگی هستید آره من اه، خیلی برام عجیبه فقط یک دیوانه میتونه وقتی هیچکی باش حرف میزنه کاری نداره بخنده درست چیزی من نه من وقتی یه پشتی نشستم اینطور نمیدونم باید واقعا چه نوع ریاکشنی با آدم بدم چون ریاکشن صادقانه نمیتونم بهشون بدم درست بعد بت بودن این که من وقتی وای میستم چون ریاکشنی نداره اینجوری به نظر میسته که خیلی مغروره و ما عذیت هم نمیکنه این یک نوع ذاتیه که من بچه هم مثل که داشتم نه. یکی از به نظرم حالا خارج از شروع کارتون بله در یوسف پیامبر یکی از نقاط عطف کارنامهتون سریال شهرزاده بله با... چ... آشناییتون با آقای فتی چجوری بود و این چجوری نقش شکل گرفت آقای فتی رو خب من از سال دومی که اومدم در سینما با ایشون کار کردم سر کیفت بله فیلم کیفر آقای فتحی کل نقش من در کیفر رو آقای فتحی مدیریت کرد چون نقش زمین احترام نویسنده اثر خودشون هم البته گفتن آقای نادری که اون نقش واقعا هیچی نداشت فقط بود که بقیه بتونن شکل بگیرن زار بود با چیزهای جزئی که انجام داد که اون نقش خیلی خیلی دیده شد درست به خاطر همین من این تجربه رو چون داشتم موقعی که مدت ها بعد ایشون من پیشنهاد اینو داد که این کار رو انجام بدیم رابطه ما هم یه جوری نیست که مثلا بگم کارگردان پیشنهاد مثلا بگه به دستیار زنگ بزنه ام. نه چون من میشناسه روحیت هم میشناسه به من گفت و من دوست داشتم خیلی کارو کار آقای فتیر هم دوست دارم جز معدود آدم که وقتش رو صرف کارش میکنه حتی وقت خارج کارش رو دائم درگیر کار خودشه و کمتر کار به کار کسی دیگه ای داره البته همه اینا تا قبل از اینکه این, این داستان اینستاگرام و نمیدونم غیر پیش ها و اینها پیش مم. بیاد که بخواد مسیر خیلی از پروژه ها و قصه های ما رو کش الان اونا تعیین میکنن واقعا تعیین کننده نیستن اما متاسفانه یا خوشبختانه چون خب ترجیح میدن بیان سراغ سریال سازی اه. و وقتی دارن سریال کار میکنن خب باز چون هزینه رفته بالا میگن آقا تو خدا بریم همزمان تو پخش اه. همزمان که میرن تو پخش این فضای مسیر رو بیننده تعیین میکنه تا حد بیننده مهم نیست اگه بیننده بکنه شاهکاره مسیر رو یک سری از بیننده هایی میکنن که فقط بردم بگن آره یعنی. یا نه, راجب دوگانگی میشه تو اینستاگرام جایی نیست که باعث پیش پیشرفت بکنه نقد اونجا صورت نمیگیره اینکه چه اتفاقی میفته این رو باید جدا کنیم اینکه ما میتونیم یه اثری رو مستقل بسازیم تو اینستا میگن او بد است به این دلیل اینا. این اشکالی نداره فضایی که شما میتونید تاثیر اون چیزی که انجام دادی رو اونجا ببینیم یک سری از بیننده ها اونجا ما بیننده هایی که میتونن تاثیرگذار گذار باشن اونها معمولا تو اون فضا نیستن یه ذره اخلاق کودکانه داره راه میفته مثلا اونو نکشیم اینو بکشیم وای اون چقدر زیبا گفت یادم هست سختی شما وارد فضای مجازی شدید خانم علی دوستی توی پیجش گفت آقا مصطفا هم وارد فضای مجازی شد و خیلی اوج گرفت صفحه شما فکر کنم تا نزدیک یه میلیون هم فالوور داشتیم ولی یه دفعه ناپدید شد آقا مصطفا کجا رفت میگم میگم احساس کردم که حالا مثلا به شخصی در مورد خود فضای مجازی که نظرم این بود که سعی بکنم کمتر توش باشه <applause> و اون زمان که اومدم خب دوستان دیگه همون خیلی قبلترها اصلا داشتن رابطه به شهرزاد نداشت من فکر کنم قسمت ده یازده شهرزاد بود که وارد شدم و دیدم این, این، اینو دعواهای چیز داشتن نمیدونم قباد فرهاد <applause> شور و هیجانی که مردم همیشه داشتن و این شور و هیجان رو میخوان کم کم ببرن توی خود آدم ها یعنی توی کرکترها بعد دیدم خود، طرف داره بند خدا دارم خیلی با هم دعوا میکنم مثلا مم. من با شاب نشستیم یه جایی چه میدونم حال مرد دوستی بعد دیدم خب آدم آزار میبینه میبینه مردم اینستاگرام شما رو به روز نمیکنه شما رو دوچار روزمرگی میکنه اینا خیلی فرق میکنه با هم. یعنی <صحیح> روی تولید یک پروژه یه حالا سریال یا فیلم هم تأثیر گذاره به خصوص سریال بله من. تأثیر شما گذاره شما مثلا یه خط قصه ای داری که مثلا هم. وسطش میگم فلان مثلا فلان شه ببینید ما شهرزاد یک خیلی رو بگم شهرزاد یک ساختیم تموم شده بود پخش شوشم. کردیم فوق العاده دو اومدیم کار کردیم آقای فتیری فشار دوستان همزمان باید بریم پخش چی میشه فکر میکنی؟ و اون فضایی که شب قبلش ساخته شده چی میگه؟ چی میشه فکر میکنی؟ به نظر من مم. یه همچین اتفاقیه ولی نمیتونستم کاری بکنم مم. نمیتونستم دست من یه بازیگرم آقای هم نمیخواست دارم تحت فشار خب حالا نگاه میکنم بینیم کیها دارن تحت فشار قرار میدن سرمایه گذارا خب سرمایه گذار که در طول تاریخ دنبال منفعت مالیش بوده ما ابزاری هستیم که او محترمانه تر پول در بیاره یه سری استثنات داریم ما با. کلن دارم میگم با. شاید شما که در هر سه قسمت سریال شهرساد بودید برای همین فکر میکنید که قسمت اول خیلی بهتر و شسرفته تر و که سرراستره به دلیل که محصول نویسنده و کارگردانه آه. بعدش این نویسنده و کارگردانه بند خدا اون تو هن. مثل ما بنابراین شما به نوعی نگران اون پروژه هایی هستید ام. که در حال تولید پخش هم داره بله. و فکر میکنین این فضای بیرونی میتونه تاثیر بذاره روی روند تولید یعنی توی ادامه شهرستاد اون داستان آلپاچینو و رابردونیرو و اینا بین شما و آقای شاواسنی داشت به نوعی شکل میگرفتن پشت صحنه نه من نظرش ولی خودتون بوده آره واشید. ولی اصلا اساسا داستان تغییر کرد اه. در دو. عوض شد بله البته من شنیدم که شما در شروع شهرزادن نقشتون با نقش فرهاد فرق یعنی قرار بود یه نقش دیگه بازی کنید بله اصلا اولش قرار بود که فکر کنم آم قواد رو به خودم هنوز خیلی محکم گفته نشده بود بعدا متوجه شدم قرار بود قواد شما بازی کن. بله ولی بعدش که آیا حسینی خب هم سابقه بیشتری از من داشت و همین که فکر کنم تو مدار صفت یه چیزی شبیه فرهادو بازی کرده بود خاطر همین ایشون وقتی خونده بود گفته من قواد بازی میکنم احا. و چون برای آقای فتحی و دوستانی که داشتن کار میکردن حضور آقای حسینی مهمتر از من بود و اون زمان به نظرم درستم بود یعنی من اگه بودم این تصمیم رو میگرفتم اینه که نقش رو دادم به ایشون و من رسما پیشنهادش رو نعده بودم دادم به ایشون و به نظرم درست بود که این اتفاق افتاد درست. اتفاق درستی بود چون حضور شهابتونکا خیلی کمک کرد یکی از بهترین کاراکترها رو هم بازی کرد ولی زیباترین تمجید تمجید از آقای شعب حسینی رو هم خود شما پک به دلیل اینکه چیزی رو نمیتونید شما نمیتونید با حسادت که زندگی بکنید ولی حسادت جز جامعه ایرانی متاسفانه آخه شهاب شهاب بازیگر بسیار خوبی از این جنس این مردم که یکی از بهترین جایزه‌ای بازیگری گرفت که به حق بود و وقتی به حق خوشحالی داره و این چیزا به ماها ربط نداره فضایی که ایجاد میکنن بعدش اون فضا خیلی فضای خوبی نه و قصه رو تر تاثیر قرار داد و اینکه گذشت به هر صورت کما که آقای نصیریان دیگه بعد قسمت اول که درجه یک بود بله دیگه ادامه نداد و نه اصلا نقششون تموم میشد آخه آقای فتی خیلی مسلط رو قصه بهتر از آقای نصیریان که در شهرزاد یک نداشتیم که وای می‌خواستیم کسی رو نگه داریم آقای نصیریان رو باید نگه می‌داشتیم غیر اینه مگه ولی گویا دوست داشتن که باشه معلومه بل. همه دوست داشتن خودشون هم دوست داشتن ولی چون قصه در قصه باید منطق نداشت منطق چون قرار کاراکترهای قصه بشید بل. خب این میشه تاثیرگذار نباشن ولی حالا شما مثلا فکر که هر کدومشون تو فکر چیز دیگه ای باشن بخاطر همین این خیلی در نمیاد وقتی نخان که با هم بازی من تو خوب درک متقابلی از هم نداشته باشن دوچاره اینو مشکلات میشه توی دوره که سکوت کردین و کار نکردیم، چه نقشی به شما پیشنهاد شد که نپذیرفتید ولی بعدش حسرت خوردید گفتید آخ کاش اینو من بازی میکردم خفگی آقای جیرانی سر در رو تموم شده سنگ زد من گفت گفت من بازیگرم یه اتفاق رو افتاده باید عوض کنم و قشت نقش نوی داشت شما بازی بره. کنید بره. و مثل که سه چهار روزان بود آقای فتی مریض بودن ولی به ما نگفته بودن خب گروه به هم نریزه گفتم من از سر کار مازیار اومدم خب مازیار این یه کار <applause> و یه ماه هم از سر جلو دوری رفتم و به نظرم یه ذره زشته که من برگردم بگم که آقای جیرانی آقای فتی من یه کار دیگه هم همه خب قشنگ نیست دوتا کار با گفتم اگه شما خونده بودم خوش آمده بود که اگه با آقای فتی خودتون میگین گفت نه خب نمیشه کار گفت حالا باشه قسمت نیست دو سه روز بعد من تماس گرفتم با برنامه ریز که ازش بپرسم که من میتونم یه سفر مثلا چهار پنج روزی تدارک ببینم و اینا گفت آی فتی مریضه بود یعنی اگه من اون لحظه زنگ میزدم شاید میلفتید خفهگیر رو بازی اصلا کار با آقای جیرانی دوست دارم بعد که فیلم رو دیدید احساس کردید که من اون فیلم نش... ندیدم اون فیلم نامه رو خوندم بهش گفتم نمیدم فعلا حالا شاید آره. خوب نشده باشه نه میشه دوست داشتم ایم. یه موقعی است شما گفتید خوندی آره درسته دوست برست. داشتم تو اون باشم برای مهم بنابراین فیلم نامه و نقش براتون فیلم نامه اهمیت اصلی رو داره درجه یک بله فیلم نامه و نقش در نهایت دیگه یه صحبت آقای جیرانی میگم یه زنگ زد که من یک کارکتر اینجوری دارم ممکنه تو وقتی بخونی اصلا ولی نخون و بیا و من منظورش این بودی فیلم ها نخون بیا هم گپ بزنیم درش بریم که رفتیم گپ زدیم و تقریبا درش بردیم. ولی باز باز همون اتفاق پخش این باعث شد دوباره بگم وای دوباره قرار بپنیم اصلا یه دره همه عالیه تا قبل از اینکه اتفاق پخش به لحاظ سلیقه ای اگه قرار بله. شما باشه شما خودتون یه فیلمنامه نامه بنویسید بله. به خودتون بازی کنین بله چه شخصیتی که دوست دارید بنویسیدش و بازیش کنید چه شکل نقشی چه چه شخصیتی آخه یه آدم لو میده ایدالهاشو هاشو رویاتون چیه اصلا؟ واقعا عاشق قهرمان هایی که خیلی زندگی معمولی داره منظورم خلق یک کرکتر بسیار معمول که جذاب و کاریزماتیک اجرا بشه اجرای کاریزماتیکی داشته شما به عنوان با بازیگر چقدر تو جامعه هستین اصلا یعنی سوار تاکسی میشید تو مترو میرید یا توی اتوبوس میگه البته سخته این نه و چقدر فوکوس میکنین فعلا. توی باز یعنی توی زندگی عادی مردمی که میبینین من فکر... توی محله خودم تقریبا همه رو میشناسم 80 درصد زندگیمو خودم انجام میدم کارهای شخصیمو به شخص انجام میدم کسی رو ندارم که برام انجام بده و اگه داشتم هم انجام نمیدم مم. مثلا میوهم میخوام بخرم خودم میخرم هر چیزی رو سعی میکنم زنگ بزنم برام بیارن بهتون تخفیف هم میدم دیگه حتما خیلی وقتی خودتون میرین خرید کنیم فیفه، نه من چیزی نمیگم ولی مثلا یه جایی که تخفیفات لباس و اینها هست مم. محبت میکنن گاهی وقتا انجام میدم گاهی وقتها هم که محبت نمیکنن کنن بیشتر هم می این هست این وقتا خب اینجوریه که مثلا ما پول های آنجان فکر می پول داریم آره چون حالتش اینه که ما الان خیلی خیلی دیگه زندگیمون فرق داره شما وقتی آقای پور عرب از شهرزاد کناره گرفت واکنش خودتون چی بود؟ نه معمولا به چیزهایی که به من رب نداره اصلا واکنش نشون نمیدم ام. و این نظر بازید. شخصی ام. خود من چی بود این بود که بهترین نقش سریال بود نه. شاهکار بود اون نقش حتی از بزرگ آقا قباد شرز از همه بهتر بود شاهکار بود و آقای پور عرب به نظرم اشتباه نکرد آقای پور عرب در شرط یک نوع مریض شده بودن شما و دادن اون نقش به اون گندگی به نظرم یک نوع دلسوزی کردن بود که این نوع دلسوزی ها معمولا خراب میکنه طرفین رو بهترین بازیگری که جلوتون بازی کرده که <applause> چند تا بودن؟ چند تا رو بکرم بهترین بدترین نگیم نه بدترین رو نمیخوام بهترین رو بگیم راحت ترین راحت ترین رو بگیم لطف کنیم چون واقعا نه راحت ترین رو بگیم راحت ترین و سخت ترین آها خوبه اینجوری بگیم خوبه راحت ترین پارتنر ترنه علی یک سخت ترین پارتنر ترنه علی دوستی شهرزاد دوسته آها هفته گورو میگیریم شما دارین میرین سر ادامه سریال نهنگ آبی بله که توی این سریال با خانم حاتمی هم بازی هستیم با بازیتون با خانم حاتمی چجوریه؟ با خانم حاتمی با امان پارتینرتون چجوری؟ خانم حاتمی رو خب سر کار نهنگ آبی داریم با محالا مثلا همکاری میکنیم به شخصه برای من تجربه خیلی خوبیه من شاید بگم که جزه جنس شبیه هیچ کدوم از با عزیزانی که من باشون کار کردم نیستن درست. جنس شخصیتیشون درست یعنی با کمترین عادات ممکنه به نظرم بازیگر ظاهر میشه و کمک کنند است به در مورد سکانس هایی که خودمون با هم بازی داریم من همیشه احساس میکنم چیزی که میگه کمک میکنه اه. اینقدر خوش قولین. الان با یه فیلمساز حالا فیلمساز شاخصی مثل بله. جیرانی دارین کار میکنین که خودش هم میگه یه خود بدقوله آقای جیرانی خودش گفته بدقوله خیلی پس بدقولی کرده با من خیلی کم من چند تا تایتل میگم شما بگین که نقطه نظرتون رو یه سطری میخوام امیدوارم بتونم بگم میتونیم قطعا مثلا حسن فتی برای من بهترین بود بهترین موقع ها رو بر من فرام کرد شبکه ویدوی دیو دل بر داله همه چی توش هست بله میتونه نه. میتونه سنگ بنایی باشه برای سینمای خوب میتونه سینما رو از بین ببره الان به نظرم داره از بین میبره بازیگر نه آقای بازیگری من آقای عبدیه من اصلا نمیتونم تصور کنم که بازیگری اینقدر توان اجرایی بازی داشته باشه شما الان مهمان مجله فیلم هستید در قراره مجله چند تا از این جلدای مجله فیلم پشت سرتون هست اه. کدومشون براتون میخواد خاطر انگیزه به لحاظ اون بازی کن... نکردم خیلی خیلی اه... این تجربه نشده امیدوارم تجربهش پیش بیاد و و آخه آقای شکیبایی عزیز که همون سالی که فکر کنم من وارد سال هشتاد و هفت بود فکر کنم درسته؟ یوسف من یادم شروع به پخش شد که ایشون فوت شده بوده ها. که ما شب ایدم سر قبل ایشون رفتیم این خیلی ها جالبه خیلی کسایی هست که من اصلا کار نکردم باشون با غیر ام. از خانم علی دوستی و یادش به خیر آقای کیارستمی عزیز آقای انتظامی ولی دوست دارم با این کار بکنم یه روزی با اون آره, آره. چون نمیدونم کیه <تصفح> جلد آره. جذابش برای <تصفح> من اینه به دنیا بودین نه این چون چیزی نیست تو این کته که ایشالله باشه آره. که من باش کار کنم خلاص شما فیلم بین هستین فیلم بین خیلی فیلم زیاد میگم میگم همه چیز تا قبل از شهرزاده همه اه. چیزهایی که میگم وقتی یه پروژه سریال مثلا بهتون میخوره خیلی وقتتون رو میگیره و این باعث میشه کم ولی کلا فیلم هاره سعی میکنم اه. فیلم هایی که حداقل به روز باشن و مثلا اسکارهای امسال تازه گرفتم که بله چند تا فیلم ایرانی و خارجی میگین؟ دو تا مثلا دو سه تاشو که تو این چند سال من مثلا خودم دیدم چون کم رفتم سینما من یه دونه تو این چند سال تو فیلم سازی جوان فیلم من به بیرقی آه. خیلی مثلا جالب بود خیلی جذاب بود این که فروشنده آقای فرهادی رو خیلی دوست داشتم همه میدانندم مثلا این دفعه دیدم دوست دارم مثلا فیلم های مخصوصا آقای فرهادی رو اون خیلی دوست داشتم چیز فیلم هایی که درجه یک بود من دوست دارم قصه گویی و و اولین انسانم همین میتونن جز جزو فیلم های فرنگی نه؟ بله چون فیلم بر بله اون شده بود و بعضا با اون فرهنگ باید قیاس بشه م. فکر کنم اون فرهنگ خوب یعنی ما رو میبره توی اون فضا ها به نظر ما من مم. چون توی روستای اسپانیایی یه تجربه چند روزه زندگی دارم تمشه روستایی از اینکه والنسیا نمیدونم اینجا کجا بود ولی آدم آره میگم میگم من همیشه از ازدواج میترسیم به شوخی هم کردیم گفتیم برای عروسی و ازدواج همیشه در میریم داشتم فیلم همین فیلم رو نگاه میکردم با دوست از دوستانی که نشسته بودیم گفتم آدم دوست داره عروسی کنه اینقدر که فضاش آه, اه, اه زمانی ب... به نظرتون حالا چون میدونین توی نسل جوان علاقه من زیاد دارید و قطعا خیلی ها این گفتگو رو میبینن میخوام بگم یعنی از زبون شما مسیر بازیگری اگه بخوایم به هدف برسیم چجوری طی میشه؟ به قیافت، به بیان به چشم رنگیه، به موی بور به،, به چیه؟ ببینید دو, دو تا حالت داره، یه دونه اینه که واقعا شما از اول تصمیم گرفتید از سن پایین، 15، 16، 17، 18 سالگی که این کار رو انجام بدید باید درسش رو بخونید، دانشگردش رو نام بکنید و اون مسیر رو برید که... آکادمیک تعیین شده برایشون برای توی جامعه یعنی تعیین رشته داره استاد داره و میری جلو به هست <applause> خب ولی ما فکر کنم در مورد این داریم حرف میزنیم که یک سری دوستان مشتاق این حرفه درست مشتاق این حرفه اینه که اول به نظرم خودشونو در زندگی خودشون امتحان بکنن که آیا زندگی اینا از پیچیدگی یک قصه داره زندگی شخصی خودشون قصه داره؟ میتونن راجع به حرف بزنن؟ میتونه یک دو ساعتی بشینه منو جذب کنه زندگی این بگیم مثلا من اینجا اومدم مثلا بابام فوت کرد بعد رفتم سر این کار بعد اینجا مکانیکی بودم اومدم این ور عزیزانی که این نوع چرخش رو به نظرم در زندگیشون داشتن شانس زیادی دارن به اینکه بازیگر خوبی باشن میتونن برن تست بدن جاهایی بهترینش که برن تست های جایی معتبر بدن و یه ذره برای این هایی که هایی که آدم های حرفه ای سینما که بروزن که بروزن ادارش اداره میکنن اگه میتونن اونجا کلاس ها برن که بتونن این خودشون یه ذره تراش بدن و امید به این داشته باشن که ممکنه بشود ولی نباید از اولش تمام انرژی بذارم مثلا رو اون قضیه من, من،, من یادم من داشتم درس میخوندم ترس، تست میدادم یعنی میدونستم که اگه اینجا مثلا فوق لیسانس هم ثبت نام کرده بودم که قبولم شدم رفتم ولی اون برم داشتم این نبود که من برم صاف اون با. یک چیزی رو شکل بدن برای زندگی معمول برای اینکه مثلا بگیم آقا اصلا حالا هستن مسافر بری میکنه یه اسنه که یه ماشی من بخرم بر اون کار کنه <applause> در حال چند تا تست هم بده چون بازیگری چیزی جز زندگی کردن <تصفيق> نیست <تصفيق> اگه زندگی کردن که احساس میکنن بالا پایین زیاد شدن به نظرم توان برای اینکه بازیگرشن دارن نمیخوام <applause> معیوز کنم بگم نرید نه, نه اتفاقا اگر هست بیان و خوبه باعث میشه که پیشرفتی صورت بگیره حالا ممکنه ما هم مثلا فشار بده اون پایین خب اگه سرنوشت که باید بپذیریم بر براتون آرزوی موفقیت میکنم ان سالی خوب داشته باشیم. به سرشار از موفقیت قربون شما منم ممنون از اینکه به من این فرصت رو دادید قربان شما